سلام بی بی. شاسیب میگه که تو خیلی خوب چایی درست میکنی، اما قبل از انداختن چایی توی لیوان باید اونو صافش کنی و چایی زمانی خوشمزه میشه که دونه های چایی تو دهن نیاد، مگه نه؟ بله بی بی. توی زندگیم باید گاهی وقتا یه چیزایی رو صاف کرد تا راست قضیه بره یه طرف و دروغش یه طرف دیگه بره. در مورد عشق شاهزی با آسیه کیا میدونستن با یه اشاره میتونستم بفهممش. میتونم تا امروز هر اتفاقی افتاده فراموش کنم، اما اگه از این به بعد کسی به شاهزی با آسیه کمک کنه، پس فراموش میکنم که اون آدم چه نسبتی با هم داره. درسته بی بی. شیر، امشب مزهش یه طور دیگه ایه، یه کمی غم بیار. الان میارم. امشب مستی شیر انگار واقعا فرق میکنه. Thank you.
رشاد؟ آهای رشاد، انور؟ انگاری خودشون رفتن. فکر کنم عاقل‌تر از این حرفم. مامان قربونت بره. آسیه پاشو، شیر زلیخا دارو داشت، تو چرا بیدار نمیشی؟ چه خبره دختر؟ امشب وحشی نشدی؟ پاشو دیگه آسیه. آسیه پاشو، بیدار شو، پاشو آسیه. اوه آسیه، رشاد، انور، همه ی خونه بیدار شین، بیدار شین. صادق، بیبی، اون فرار کرده، زن داداش سکیره. صادق جهان، چی شده؟ چرا دادو فریاد میکنی؟ اون فرار کرده. چی؟ آسیه فرار کرده. چطور ممکنه؟ به پاهاش زنجیر بسته بودم. شاسیب، منم شازی. شازی؟ وای پسرم، تو که منو زهره ترک کردی. اما اقبال خونه نیست پسرم. میدونم خاله، من باهاش حرف زدم، اون گفت تا صبح برمیگرده. ببینی، ما فقط باید امشب و اینجا بمونیم. اون که درسته پسرم، اما این کیه ها؟ آسیه؟ هر کی اون دوتا رو تو فرار کمک کرده؟ با زبون خودش بگه. از کسی دیگه ای بفهمم؟ پس گیسوهاشو میبرم و تو محله میگردونمش. از اتاق من کی کلیدارو دزدیده؟ بگو.
چرا ساکتین؟ من چه مزخرفی میگی تو؟ من کمک کردم آسی و شازیب فرار کنن، من، ولی اول از همه من رفتم با شازیب حرف زدم. آبجی، به آسی زبنه خیلی بزرگی شده. من از اینجا بیرون کن آبجی. از اینجا بیای بیرون چی کار میتونی بکنی آن؟ آسی رو آزاد میکنم و باش فرار میکنم. نخی، نخیر داداشم، حتی فکرشم نمیتونی بکنی. خودت میدونی که عاقبت فرار از این خونه چی میشه. تو رو که بیبی چون پسرشی شاید ولت کنه، اما به این فکر کن که فکر کن اون آسیه بدبخ رو به چه حالی برسونه. فقط کافیه یه بار از اینجا بیام بیرون آبجی. آسیه رو انقدر از اینجا دور میکنم که هیچ وقت نتونن ما رو پیدا بکنن. منم همین فکر رو کرده بودم، دقیقا همین فکر رو کرده بودم که از این خونه خیلی دور فرار میکنم، هیچکی نمیتونه پیدام کنه. اما نه خیر، اینا که تونستن منو پیدا کنن، اونایی که پول و قدرت دارن، نه، برای اونا این دنیا خیلی کوچیک به نظر میرسه، خیلی کوچیک. میتونن راحت به هر جای دنیا که بخوان دسترسی پیدا کنن. اینا همه جا پیداشون میشه، همه جا. ظالم و مظلوم قوی میکنه، اونم وقتی قبول میکنه که ظالم بیشتر از اون قدرتمنده. زمین خداوند خیلی بزرگه آبجی، همه جا منطقه اینا نیست. بالاخره به یه جایی میرسن که نمیتونن دسترسی داشته باشن. من آسیه رو همونجا میبرم، فقط من از اینجا بکش بیرون آبجی. بهت قول میدم نذارم کسی آسیه رو اذیت بکنه. صبر کن، یه خورده صبر کن، من یه کاری میکنم، باشه؟ فقط صبر کن، بعدش از اتاق شما کلیدا رو دزدیدم. برنامه بعدیمم این بود که توی قضای نگهبانای اتاق آسیم من داروی بیهوشی بریزم. وای خانم، شما که من زهره ترک کردین. این قضا رو برای کی داری میبری ها؟ این قضای نگهبانای بیرون اتاق آسیه جونه. آها شیما، قبل از غذا بردن یه کار میتونی برام انجام بدی؟ شما دستور بدین خانم. تو حیات لباسامو شسته بودم و پهن کرده بودم، ببین اگه خشک شده میتونی برای من بیاری؟ چشم خانم. Thank you.
بعد از سالها شما حق مادریتون رو خوب استفاده کردی. بعد سالها من احساس کردم که لمس دست مادر چطوری. خیلی به هم چسبید بیبی، خیلی به هم چسبید. شما ها داخل رو ببینین، من به حساب این میرسم. قاسیا و شاه زیب کجان؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ برای من نقش بازی نکن، تو خوب میدونی اون دوتا کجان. قسم میخورم من نمیدونم که داری در مورد چی حرف میزنی. نمیدونی؟ پس بدون. خواهرت با عاشق خودش فرار کرده. قسم میخورم مبشر خان، تو وقتی اونو پیدا نکنم آب که هیچی، حتی غذا هم از گرون پایین نمیره. فهمیدی؟ اونا که هنوز از شهر بیرون نرفتن، اینا که میدونم. اگه اومدن پیشت بهشون بگو فرار کنن، اگه فرار کنن میتونن زنده بمونن. بریم. بابام تماس گرفته. سلام علیکم آبجی جان. علیکه سلام اشرف. ما راه افتادیم آبجی، تا یه ساعت دیگه میرسیم اونجا. آبجی به سلامت بیاین اشرف. شاهزیب چطوره آبجی؟ اونم خوشحاله مگه نه؟ شاهزیب؟ آره اونم خوشحاله. کجاست؟ رفته بیرون شهر پیش سلمونی رفته موهاشو درست کنه. آها که اینطور، باشه آبجی، زودتر میبینمت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون که به اشرف چیزی نگفتی. آخه موضوع آبروی خونمون بود، چطور میگفتم؟ شرمندتم داداش، دیشب تو نبودی و ما مزاحم خاله شدیم. به خودت میگی دوست و از این حرفا میزنی؟ باید یه کار دیگه هم برام بکنی. واسه تو جون منم حاضره، بگو چی کار باید بکنم؟ همین امروز ما، یعنی من و آسیه، باید عقد کنیم. وقتی عقد کنیم دیگه ترسی وجود نداره. یه کاریش میکنم، تو چایی تو بخور. بله بی بی. شاهزیب رو پیدا کردی یا نه؟ اشرف از خونه شرکت کرده. اگه میخوای آبروی خودتو حفظ کنی، پس قبل رسیدن اون به خونمون شاهزیب باید بره خونه. اگه اینطور نشه، پس از این به بعد با سربلندی نمیتونی برگردی، برعکس باید سرتو پایین بندازی و بیرون بری. فهمیدم بی بی.
آی پسر بشین تو ماشین. یه چیزی بگم خانم. بگو. تو این مورد شما باید خوشحال باشی. از جراسی خلاص شدی. از رفتن شاهزیبم باید خوشحال باشم؟ ها؟ اون نامزد خواهرم بود. هرچی به دهنش میاد میگه. اما خانم کافیه. اگه یه کلمه دیگه دهنت در بیاد با پشت دست میزنم تو دهنت. سرتون رو ماساژ بدم؟ بیا این سر رو قطع کن خلاص بشم. میتونی؟ خانم دستم بشکنه اگه چنین کاری کنم. بیا ماساژ بده. خانم به سمیرا خانم همه چی رو گفتین؟ چطوری بهش بگم؟ شجاعت این کارو ندارم. از بس فکر کردم مغزم داره منفجر میشه. اگه اون بفهمه معلوم نیست به چه حال و روزی میفته. چقدر خواهر من خوشحال بود. یه هفته دیگه قرار بود عروسیش باشه. بی بی آقا دارن دنبالش میگردن. انشالله که هر دوتاشون رو پیدا کنن. این دفعه جسد آسیه رو میارن. بیبی که آقا کوچیکو هر جور شده میاره. اگه پیداشون نکنه چی؟ وقتی خوب فکر کنید خوبم اتفاق میفته. چطور خوب فکر کنم؟ ناسلامتی بابا مینا قراره یه ساعت دیگه اینجا باشن. خونه یه جنت بیبی قراره یه چنجال بزرگ به پا بشه. بابام خیلی عصبانی میشه. با وجودی که همه چیو میدونستم هیچی بهش نگفتم. وای خدا. خب بهشون بگین خانم. چطوری بگم؟ همه همینجوریش هم عصبانیه. اینطوری هم ممکنه اسم شما رو اصلا نیارن. اینطور حرفا زود به دهن مردم میفته. آره اینطوری هم ممکنه. سلام بابا جون. یه حرف مهمی میخواستم بهتون بزنم. ولی اسم منو نباید بیارین بابا. جهان شاهزیبو با خودش آورد؟ نه خیر خانم. اما آقا اشرف رسیدن. اشرف اومد؟ شاهزیب نیومد. آخه الان چه آبرویی میتونه برامون بمونه؟ شاهزیب کار خوبی نکرد. اصلا کار خوبی نکرد. چرا وایستادی به من زل زدی؟ چرا به هم نگفتی که اونا یواشکی همو میدیدن؟ اشتباه کردم خانم. منو ببخشید. من حتی خودم هم نمیبخشم. تو دیگه چه انتظاری برای خودت داری؟ برو پذیرایی کن ازشون. چای و میوه براشون ببر. بگو الان بیبی میاد. چشم بیبی. شاهزیب کار خوبی نکرد. سلام آبجی.
ملک سلامش رفت. به سلامتی اومدین؟ بله آبجی، از خونه شما که با خوشحالی اومدیم بیرون. اما چی؟ توی راه دعوا دیدیم، خیلی ناراحت شدم. چطور دعوای اشرف؟ نمیدونم، دو تا خونواده دعوا داشتن. یه خونواده خونه ی اون یکی شیرنی میبردن. وقتی اونجا رسیدم فهمیدن که برای اون پسری که شیرنیه دخترشونو میبرن، اون با یه دختر دیگه فرار کرده. عجب دور زمونه ای شده آبجی، مگه نه؟ بعدش آبرو برای همه با ارزش آبجی. خونواده دختر واسه اون پسر شورا برگزار کردن و بعدش جلوی همه مردم بهش شلیک کردن. آبجی، شاهزیب کجاست؟ آبجی، دارم ازت سوال میپرسم، شاهزیب کجاست؟ بهت گفته بودم که امروز با دوستاش رفته بیرون. شیما؟ بله خانم. بجا واسه مهمونا چای میوه بیار. چشم خانم. آبجی، بگو ببینم چرا دستت میلرزه؟ نخیر، چیزی نیست. اسم دختر آسیه. آسیه. اسم پسر شاهزیب. اسم پدرش محمد بخش. محمد بخش؟ نکنه این دختر آسیه خواهر مبشره؟ آره همونه. مشکلش چیه؟ توبه کجا داری میرین جناب؟ توبه آقا، این حرومه. من قبلنم خطبه عقد این دختر خوندم. برادر بزرگترتون آقا جهانزیب، هیچ دختری همزمان دو عقد نمیتونه بکنه پسرم. آخه اون عقد زورکی بوده. اونو من نمیدونم، فقط اینو میدونم که این کار ممکن نیست. باید منو ببخشی، منو ببخشید. خدا نگهدار، خدا فرزه. جناب عقد شهرخ، جناب عقد حرفمو از همون اول خبردار شدم، اما چی کار کنم؟ نمیتونستم دوباره برگردم. تو همه یه فامیل شیرنی بخش کردم. آبجی، تو که خانواده خودم بودی، خب خودت به هم میگفتی. چطور میتونستم بگم؟ پسر خودم منو زیر پا کرده و رفته. حالا چی کار کنم؟ برم به فامیل چی بگم؟ هم آبروی خودتو بردی آبجی، هم آبروی منو بردی. بریم به جاهات. بایستا اشرم، بهت التماس میکنم، اینجوری نرو. شاهزیب میاد داداش، جهان رفته دنبالش تا بیارتش. شاهزیب حتما با سمیرا ازدواج میکنه. لطفا فقط یکم منتظر بمون. باشه یکم. ما اینجوری نمیتونیم بریم همه جان. بالاخره هرچی باشه موضوع آبروی خواهرمه. یه چیزی رو بهت واضح میگم بیبی، اگه پسرت با پای خودش نیاد، مطمئن باش خودم پیداش میکنم و با دستای خودم بهش شلیک میکنم. آبجی مطمئن باش. آقا شاهزیب، من خیلی میترسم. اونو اینجا رو هم پیدا میکنن، اونا ما دوتا رو میکشن. آقا شاهزیب من خیلی میترسم. نگران نباش آسیه، اونا فکرشم نمیکنن ما اینجا باشیم. آقا اون دوتا با عصبانیت رفتن، رفتارشون مشکوک به نظر میرسی. کی؟ از کیا حرف میزنی؟ جناب عاقد و اونی که باشون اومده بود. آقا من میترسم که نکنه به آقا جهان برم بگن. یا آقا شما یه کاری کنین، از اینجا الان برین، یه راه خروجی دیگه روستا هست که از اونجا میتونین برین. من براتون ماشینو حاضر میکنم. آقا شما زودتر برین. Holy Bible.
بریم. थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनेडो ओ फूल बनेडो रे थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो रे नादानी. چی شده؟ از اونجا بیرون اومده؟ پیداش کن و بیار، هر چه زودتر پیداش کن. خب بگو آبجی، تصمیم تو چی؟ شورا برگزار کن و تصمیم تو بگو. آبرو که برات نمونده، دیگه منتظر چی هستی؟ بلند شو، هر چی زودتر باید بریم، هر لحظه ممکنه برسن. الان باید خفی باشی یا سیه. بگو اشرف، تو چی میخوای؟ همه که این منطقه رو. ماشین رو نگه دار. زود باشین آقا، سری بشینی. آقا شاسی بشین. آسیه، آسیه بشین تو ماشین. آقا شاسی، آقا شاسی، آقا شاسی، آقا شاسی، آقا شازی، آقا شازی، وایسا، آقا شازی، آقا شازی، باید بریم بیمارستان، وایسا، وایسا، آقا شازی، آقا شازی، آقا شازی، آقا شازی، بلند شین، خواهش میکنم، یکی کمکمون کنه، آقا شازی، آقا شازی، باشیا، کسی اینجا نیست، کمک کنید. ببین اون کی بود؟ زندش را زدید. Thank you.
شاهزیبو پیدا کردی؟ اشرف از بس منتظر بود بالاخره با ناراحتی رفت. آبروی ما توی همه محله و فامیل رفت. من که اونو یه جوری قانع و راضیش میکنم، اما شاهزیب کجاست؟ اونو با خودت نیاوردی؟ شاهزیب؟ جان چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا گریه میکنی؟ ببین بله شاهزیب کشته شد. مزخرف میگی؟ چرا داری دروغ میگی؟ راجب داداش کوچیکت اینطوری میگی؟ شاهزیب کجاست؟ به من بگو شاهزیب کجاست؟ ببین من راست میگم، من راست میگم، من فهمیدم که اون میخواد آسیه رو فراری بده ببره شهر. ما دنبالش رفتیم توی را جزدشو پیدا کرده. شاهزیب کشته شو، ما رو تنها ول کرد. شاهزیب آسیه، خواهش میکنم منو ببر. من برای تو نتونستم کاری کنم عزیز دلم، شورا دست پای منو بسته بودم. کاش من اون زمین لعنتی رو فروخته بودم و امروز میتونستم نجاتت بدم. مامانو نجات. سندهای زمین رو اینجا گذاشته بودم، ترم دنبالش میگردم. چی شده؟ چرا داری اینطوری نگاه میکنی؟
کشته شدن شاسیب حتما خیلی شما رو ناراحت کرده، نه؟ اون که منو خیلی اذیت کرد. زلیخا اون از این دنیا رفته، اما انگار روحش هنوز پیش. صبور باشین آقا، صبور. چطور صبور باشم؟ چطور صبور باشم آخه؟ دوداش عزیزم، منو تنها ول کرد و رفت. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.